بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما بینندگان محترم برنامه از نگاه ادیان. خیلی خوشحالیم از اینکه بار دیگر هم خدمت شما رسیدیم تا نگاهی داشته باشیم به ادیان مختلفی که در طول تاریخ بشریت رو راهنمایی میکردن. همونطوری که مستحضر هستید، در برنامه گذشته، در چند برنامه گذشته پیرامون بحث قربانی در ادیان مختلف با هم صحبت میکرد. بخشی از بحث ها رو در رابطه با تاریخچه قربانی و روش های قربانی و آداب و منش های ادیان مختلف در رابطه با قربانی تقدیم حضورتون کردیم و در واقع قربانی رو بیشتر در یهود و مسیحیت بررسی کردیم و تقدیم محضرتون کردیم. امروز هم در محضر حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کاشانی، محقق در ادیان ابراهیمی، همین بحث رو پی میگیریم و امیدواریم که تا پایان بحث همراه ما باشید تا بتونیم رهاورد خوبی از مجموعه مباحثی که امروز مطرح میشه تقدیم حضورتون کنیم. امروز سعی خواهیم کرد که قربانی رو در دین اسلام بررسی کنیم و ویژگی ها و در واقع خاصیت های مختلفی که پیرامون بحث قربانی عنوان شده سعی میکنیم در یک نگاه خلاصه گذری داشته باشیم بر مفهوم قربانی در دین اسلام. حاج آقای کاشانی، خیلی خوش آمدید برنامه. سلام میکنم به شما. برای ورود به بحث اگه لازم هست مقدمه ای از گذشته بفرمایید، اگر نه که بیشتر دوست داریم مفهوم قربانی رو در دین اسلام از زبان شما بشنویم. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بنده هم خدمت شما و بینندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. ما در جلسات گذشته بحث راجع به قربانی در ادیان کردیم که اصلا چرا قربانی میکردن، حتی در ادیان ابتدایی نگرششون به قربانی چی بود، دلایل قربانی کردنشون چی بود، مراسم قربانیشون چگونه بود، اعتقاداتی که درباره قربانی داشتن، که مثلا قربانی، مثلا بوی قربانی به خدا میرسه، یا اینکه وقتی که قربانی میشه از اون قربانی میخوردن که یک نوع اتحادی رو با، چون معتقد بودن قربانی که داره انجام میشه این قربانی بلافاصله روحش با خدا یکی میشه. اصلا واژه قربانی کردن به انگلیسی که از لاتین گرفته شده و لاتین هم از فرهنگ مردم غرب گرفته شده، به معنی مقدس ساختن واژش، روحش با خدا یکی میشه و سریع میخواستن از این قربانی بخورن که اینها هم با خدا یکی بشن و این رسوم و این آیین در ادیان بعدی هم بازتاب و انعکاس داشت. از قربانی کردن انسانها گفتیم که چجوری حتی انسان رو قربانی میکردن و مراسمات متعددی در مثلا آمریکای جنوبی بوده، در این سنیکا ها و چیزهای دیگه که در یک مثلا مراسمش مثلا 5000 انسان قربانی میشده. اما اسلام یک تفاوت بنیادینی با دیگر ادیان اینجا پیدا میکنه. واژه قربانی در اسلام از قربه میاد، از قرب میاد، از نزدیکی میاد، یک نوع مفهوم عاشقانه، مفهوم وصال، مفهوم نزدیک شدن به خدا توی این واژه قربانی نهفته شده که ما قربانی که میکنیم گویا نزدیک میشیم به خدا. یعنی در اصل نگاهی که اسلام داره به قربانی میکنه از واژه قربانی معلومه. اسلام داره یک نگاه عارفانه به این قربانی داره که ما نه به خاطر اینکه حالا مثلا گوشت این قربانی به خدا بدسته یا اینکه ما با خدا مثلا اتحاد برقرار بشیم، نه 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 نه، قربانی هدفش در اسلام یک مفهوم عرفانیه.
اصلا یک واژه، یک مدخل عرفانی در کتب عرفا به واژه قربانی نگاه عارفانه ظریفی شده توی دین مبین اسلام. اصلا اسلام آمد که این خرافه ها رو از قربانی پاک کنه. اگه ما آیاتی که درباره قربانی در اسلام رو نگاه کنیم، با این مسئله به وضوح روبرو میشیم. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، گوشت این قربانی و خون این قربانی به خدا نمیرسه. گفتیم که در آیین به اصطلاح یهود این اعتقاد بود که خدا بوی قربانی، از بوی قربانی خوشنود میشه. وقتی شما قربانی میکنه و قربانی رو میسوزونی و این بوی قربانی به آسمان میده، خدا از بوی این قربانی، آیه کتاب مقدس هست، خوشحال میشه، خرسند میشه. ولی خداوند قرآن به صراحت این داستان رو نفی میکنه که ما به خدا گوشت قربانی نمیرسه یا خون قربانی نمیرسه، بلکه اون تقوای شماست، اون همون از کردم حالت عرفانی، اون قرب شماست، این نزدیکی شماست، این وصال شماست به خدا که اون به خدا میرسه، که شما حاضرید به خاطر اون در راه اون از اموال خودتون که مثلا در اون زمان به بخره قربانی یک نگاه اقتصادی، یک وصل اقتصادی جامعه اون زمان بود، تمدن اون زمان بر همین به صلاح حیوانات استوار بود. میگه شما حاضرید از اینها دل بکنید و اطعم البائس الفقیر. نگاه قرآن اینه که چون بالاخره معیشت مردم، زندگی مردم از خوردن دیگه، یکی از به اصطلاح چیزهایی که اقتصاد خانواده و اون چیز سبد غذایی خانواده تشکیل میده بحث پروتئین هست. و اطعم البائس الفقیر، یعنی قربانی کنید تا چه کار بشه، تا به اون درمانده بیچاره، درمانده فقیر، درمانده مسکین اطعام کنید. نگاه اسلام نگاه این نگاه رو داره قربانی داره میکنه. یعنی شما قربانی کنید تا دو تا اتفاق بیفته. اولا اینکه آرزوهای خودتون رو، دلبستگی‌های خودتون رو پاک کنید. اصلا وجود آمدن قربانی در اسلام منشأ ابراهیمی داره، که ابراهیم دل کند از هر آنچه که تعلق بهش داشت، حتی فرزند خودش. بعد اسلام گفتش که بیاید دل بکنید. ابراهیم دل کند، شما هم دل بکنید. دل بکنید از تمام امیالتون، از تمام آرزوهاتون. ها تو بحث عرفان قربانی این رو مفصل‌تر مطرح میکنم، ولی تا چه بشه، نه اینکه به خدا برسه، و اطعم البائس الفقیر، تا اطعام کنید، بخورانید به اون بیچاره درماندهی که حالا تو از جهت سواد غذایش تأمین نیست. شما بیاید با این کارتون کاری کنید که اون به اساس سواد غذایش تأمین، یعنی هم از تعلقاتتون بگذارید، هم این گذشتنتون باعث بشه که یک در واقع مجموعی از درمندان جامعه بهرمند بشن، یک آسایشی براشون فراهم اصلا بشن. مثلا ما توی برخی از آینه ها داریم که مثلا قربانی رو میسوزونن، اصلا کلا قربانی میسوزونن، پول میشه میده هوا. چون هدف قربانی اطعم البائس الفقیر نیست. هدف قربانی مثلا رساندن دود این قربانی به خداست. اسلام با اینا مبارزه کرد، گفتش که ما آمدیم. یا مثلا توی عرب جاهلی رسم بود که مثلا قربانی رو که میکشتن، میامدن این خونه قربانی رو مثلا به کعبه میمالیدن، یا مثلا به که مثلا خدا یادش باشه، یا به هر صورتی به این نکته توجه داشته باشه که این قربانی انجام شده. خداوند فرمود همه این رسوم ها رو بذارید کنار، هدف ما از قربانی چیه. یکی از مثلا آیین‌های خرافی در قربانی بحث قتل نفس بود، بحث اینکه می‌آمدن انسان‌ها رو قربانی می‌کردن. گفتم که من نگاه اسلام، حالا تو ادامه بحث اینو خواهیم گفت، اسلام این نگاه رو اصلا نمی‌پذیره. در داستان ابراهیم هم نگاه قرآن نگاه دیگه است، نگاه امتحانیه، که اینو میگیم که چرا اسلام به شدت با این مسئله مبارزه کرد. یا حتی مثلا تو کتاب تاریخ عرب قبل از اسلام ما داریم که اینا میامدن به عنوان تیمم و تبرک که پیروز شدن، خون قربانی رو به سر و صورت خودشون میمالیدن، به اصطلاح سر و صورت خودشون رو با خون قربانی آلوده میکردن. اسلام اومد با این رسوم خرافی در قربانی مبارزه کرد، گفت ما هدف از قربانی چیز دیگه ایه، این رسوم با اون هدف سازگار نیست. اگر هدف اینه، پس باید آن چیزی که در راستای این هدف
صحیح باشه و اون چیزی که در راستای این هدف نیست کنار گذاشته بشه. و لذا بحث اتحاد با خدا که مثلا حالا ما توی قربان مقدس داریم، در مثلا حالا کاتولیکا و اینام زیاد دیده میشه، اسلام گذاشت کنار اینها رو. بحث این که دود این قربانی به خدا بوده که ما توی یهود نمی‌بینیم، اسلام اینا رو گذاشت کنار. بحث خدافی قربانی گذاشت کنار. بحث قربانی کردن انسان، اسلام گذاشت کنار. تمام رنگ و رنگ‌های خرافه رو از قربانی زدود و یه چیز پاک، بی‌آلایش، زیبا و مؤثر و کاربردی در اجتماع رو جایگزین خودش کرد. وقت شکل قربانی در اسلام با شکل قربانی در جای دیگر، جای دیگه فرمودید، بعضی جا انسان حتی دود کردن آرد رو اینا هم هست یه جزء اسلام. قربانی، شکل قربانی در اسلام چیه؟ از کنم قربانی همون یک از راستای هدفه. نکنید ما مثلا، خیلی جالبه به این نکته شما توجه دادید، اگه کسی قربانی بکنه، گفتیم هدف این بود که ما قرب پیدا کنیم به خدا. بعد از فهمون موقعی که میخواد قربانی کنید نام خدا رو به زبون بیارید. حالا اگر نام خدا رو به زبون نیاره، میگه این در راستای هدف نیست، قربانی بذار کنار، تو رو به هدفت نرسوند. توی همون یا اسم مثلا در اسم بت‌هاشون و اسم خدایان خلافه‌شون رو به زبون نیادن، میگه اینها رو بذارید کنار، از اینها نخورید، چون که شما رو به هدفتون نرسونده. نگاه کاملا عارفانه است، نگاه قربه، نگاه نزدیک شدن به خداست. ما این حالا خواهیم گفتش که چقدر ما در بحث عید قربان این بحث عارفانه عرفان حج، عرفان عید قربان رو عرفای ما زیبا تبیین کردن، چون ما رو به هدفمون نمیرسونه. من منظورم اینه که یعنی فقط ذبح حیوانات جزء قربانیه در اسلام؟ ما دو نگاه داریم، نگاه قربانی ظاهری داریم که همین ذبح یک حیوانی هست که ما اینجا قربانی میکنیم، ولی نگاه دیگه که اسلام میکنه قربانی کردن خود ماست که ما میایم نفس خودمون رو قربانی میکنیم. که در عید قربان اصلا فلسفه قربانی اینه که ما رو به اینجا برسونه که بیایم نفس خودمون رو، آرزوهای خودمون رو، امیال خودمون رو، هوای نفس خودمون رو، اون رو بیایم قربانی کنیم. یعنی ما از این بستر میخواییم برسیم به اون نقطه اصلی که از کنم براسه هدف باشه، همون چیزی که ما رو به هدف میرسونه، اون صحت گذاشته شده. اگر ما رو از هدف دور کنه، نه اسلام باش مبارزه میکنه، چون خیلی چیزای انحرافی در قربانی، حتی به قربانی کردن بچه خودشون هم رسیدن که بچه خودشون رو قربانی کنن که به مثلا به بت نزدیکتر بشن یا به اون الهه خودشون نزدیکتر بشن. اسلام به شدت با اینها مبارزه کرد، چون یعنی در واقع ما در اسلام از مفهوم قربانی، یعنی مفهوم قربانی رو از تمام خرافه ها جدا کردیم در واقع. یعنی خرافه هایی که به این در واقع حرکت که حالا توی اسلام خیلی هم الهی میشه در واقع از جدا کردیم و خرافه رو زدوندیم. بله. این خرافه ها چیا بوده که حالا سرخط شده بعض بخشش رو اشاره کردید، اگه یکم دقیق‌تر بفرمایید خیلی خوبه. عرض کردم که مثلا همین بحث این که ما قربانی میکنیم که دوده این قربانی به خدا برسه، قربانی میکنیم که با خدا متحد بشیم، قربانی میکنیم که مثلا رسومی که بچه های خودشون قربانی میکردن همه رو گذاشتیم کنار و یناله و التقوا منکم، اون تقوای شماست که به خدا میرسه، نه گوشت این قربانی به خدا، خدا به این نیازی نداره و نه خون قربانی به خدا میرسه، بلکه اون تقوای شماست که به خدا میرسه. سر قربانی، شاه کلید، شاه بیت قربانی در اسلام همین یک آیه قرآن در سوره حج. یعنی فلسفه قربانی کردن در اسلام همین، این که تقوای شماست درسته. که دقیقا به خدا میرسه. یعنی ما در واقع قربانی میکنیم برای اینکه به تقوا برسیم و نفس خودمون رو بتونیم قربانی کنیم، در واقع مهار کنیم. درست. بعد آجا اقسام قربانی در اسلام چی جوریه؟ یعنی ما چند دسته قربانی داریم؟ ما اقسام قربانی، یک قربانی حج داریم بهش میگن قربانی هدیه در اصطلاح فقهیش، که در حج تمتع واجب هر کسی که به حج میره بعد از اینکه مراسم حج رو به جای میاده، در اون آخرین مرحله که دیگه تمام
تعلقات خودش رو دور کرده، لباس احرام پوشیده، نمیدونم از همه جاذبه های دنیا حتی از بوی خوش هم اجتناب کرده، فقط داره به خدای خودش یک نوع نزدیکی میکنه، بیتوته کرده در واقع، خودش آماده کرده به شیطان سنگ زده. اینها در آخرین مرحله میگن حالا بیا هوای نفستو قربانی کن. اینجاست که داستان قربانی هدیه، بحث قربانی عید اضحا، عید قربان داریم که مستحبه که حالا کسی که حج هم نرفته قربانی داشته باشن. قربانی کفاره است که در یکی از مثلا محرمات احرام رو مثلا ما کسی معتکف بشه باید قربانی رو بده. اگه کسی نذری بکنه که اگه مثلا فلان حاجت من برآورده بشه، من مثلا یه گوسفند در راه خدا قربانی میکنم، گوشتش به فقرا میدم، به مساکین میدم. این چهار نوع قربانی هستش که حالا یا قسم، مثلا اگر کسی مثلا قسم بخوره که بعد توش قربانی ذکر بشه، در اسلام وجود داره که ما این انواع قربانی هست. یه قربانی هم هستش که قربانی مستحبه برای دفع شر، کسی حالا مثلا منزل نوعی خریده چیز، میگن مستحبه قربانی بکنی که شر رو چیز از این به اصلا بیت و بنا دور بشه. حالا بس استحباب این قربانی هست. پس نمونه متعالی قربانی در اقسام قربانی همون حدیه که شما فرمودید، یعنی قربانی که در حج اتفاق میفته. حالا مثلا ما بس عقیقه رو داریم که مثلا تو اسلام میگن که مثلا نوزادی که به دنیا برای سلامتی نوزاد، حالا مثلا یک گوسفندی قربانی بشه و اینو بدین به بقیه بخورن، حتی خود پدر و مادر میگن از گوشت این قربانی نخورن، همه این گوشت، همه این قربانی به دیگران داده بشه که اونها از این قربانی بخورن. پس عرض میکنم، یعنی ما با این، یعنی یک شکل خیلی مترقی قربانی در اسلام داره دیده میشه، یعنی نسبت به سایر مباحثی که داشتیم. یه اشاره‌ای کردیم به داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل. به نظر میاد اینجا این داستان یک بار دیگه، البته تو یکی از برنامه دیگه شما یک اجمالی فرمودید، اما به نظر میاد اینجا این بحث قربانی حضرت ابراهیم رو یک توضیح مفصلی بفرمایید که این چه شکلی از قربانی بود در واقع که اتفاق افتاد. داستان قربانی ابراهیم و اسماعیل یکی از نقاط عطفی که در اسلام خیلی روی اون مسئله تاکید شده که اصلا ما حجمون حج ابراهیمیه، یعنی همون سنت ابراهیم رو داریم به جای میاریم. داستان خب طبعا مستند هستیم که خب ابراهیم خوابی دید که در اون خواب دید انی اراف المنام انی از بخور، در اون خواب دید که داره اسماعیل خودش رو قربانی میکنه، اسماعیلی که تنها فرزندش بود، یعنی بعد از اینکه مدت‌ها سال‌ها بی فرزندی کشیده بود، خداوند یه پسر بهش داد به اسم اسماعیل، گفت بیا اسماعیل رو قربانی کن. جناب آقای نراقی، علامه نراقی، یک شعر بسیار زیبایی رو درباره این ارتباط پدر و پسر توی این داستان قربانی میگه. میگه عشق جیب بود آشنا بیگانه کن، فیلسوفان را همه دیوانه کن، نی شناست سر ز پا نی پا ز سر، نی بود در قید دختر نی پسر، نی ز سر پروا کند نی تن نه جان، نی شناست خانه و نی خانمان، گر سر فرزند جویند از پدر، بردش از خنجر بیداد سر، سر به کف گیرد که ای جانان من، این سر فرزند من، این جان من، هین بکش در راه من فرزند خیش، بکسل از جز یاد ما پیوند خیش، سر ببر از تیغ اسماعیل را، رحمت در خواب خود تعویل را. ابراهیم خواب دید، تو خواب فقط دید که انی از بحاک داشت اسماعیل رو قربانی میکرد. گفتم که ما در اسلام نداریم خدا به اسماعیل گفتش که برو فرزندت رو بکش، خداوند دستور به قتل نفس نمیده، دستور به این کار یکی از سنت‌های جاهلی بود که بیاد انسان رو قربانی کنن، بلکه گفتش که این امتحان بود، آزمایش بود،
خواب دید که داره اسماعیل قربانی میکنه. ابراهیم سر و جانش مال خدا بود، یعنی همین که احساس کرد که خدا به این کار داره بهش دستور میده، تعویل دیگه گذاشت کنار، دیگه گفت خدا داره این دستور میده، یعنی همه راه تعویل به خودش بس. گفت ای جان میهمانت میبرم، بلبلی تا گلستانت میبرم، توتی ای جان من پرواز کن، رو به هندوستان عز و ناز کن، رو به سوی کعبه مقصود من، رو به سوی کعبه مقصود کن، این جهان را پازن و بدرود کن، می رویم اینک به میدان منا، هان هان ای جان نساران از سلا، ای حریفان سوی جانان می رویم، از قفس سوی گلستان می رویم، ای پدر خنجر برآر از آستین. این رابطه ای که اسماعیل با ابراهیم برقرار کرد، اسماعیل گفتش که یا ابت افعل ما تؤمر، پدر به هر آنچه امر شدی انجام بده، ستجدنی انشاءالله من الصابرین، میبینی مرا که انشاءالله از صبر کنندگان خواهم بود، صبر میکنم بر این داستان. موقعی که آمدن توی مذبح، اسماعیل پدرش گفتش که پدر دست و پای منو ببند. چرا؟ چون تو پدری، من پسرم. وقتی ببینی که پسر داره جلو پای خودت دست و پا میزنه، ترحم پدریت، عاطفه پدریت ممکنه بعد ممکنه در کار امر خدا تأخیر کنی. دست و پای من ببند که من دست و پا نزنم جلوی چشم تو. ای پدر خنجر برآر از آستین، بر زمین بگذار از اجزم جبین، دست و پایش بست نه از بیم گریز، نیز بیم من و آویز ستیز، بلکه بستن رسم قربانی بود، حرمت درگاه سلطانی بود، بسته زنجیر تسلیم و رضاست، دست و پایش بند و تقدیر و قضاست، دست و پایش بسته زنجیر اوست، گردنش را رشته تقدیر اوست. اینجا ابراهیم میاد و اسماعیل رو قربانی میکنه که یک دفعه اون گوسفند، اون قوش از آسمون میاد، که خلیل ای جمله خوبان را امام، صد هزار احسنت، صدقت المنام، قد صدقت الرؤیا، رؤیای تو واقع شد، تصدیق شد. گفتم که خدا دستور نداده بود که بکش، بلکه دستور داده بود که بیا یک امتحان پس بده، و وقتی که این کار کرد، امتحان پس داد، گفت قد صدقت الرؤیا، امتثال امر ما کردی درست، ما همین فرموده بودیم از نخست، از برای امتحان ما، از برای امتحان بود و یقین، ابتلا بود ابتلایی بس متین. ابراهیم اونجا اسماعیل رو، اون قوش رو قربانی میکنه، که این رسم میمونه برای تمام حاجیان که وقتی به حج میرند، قوچی رو، یک حالا گوسفندی رو اینجا قربانی کنند، از برای خدا به اصطلاح ذبح کنند، تا پای درست بر جای پای ابراهیم بگذارن. یه اشاره کوچیکی هم اینجا بکنم، پیغمبر اکرم یه قربانی داد که این داستانش خیلی داستان زیباییه، که قربانی، کاش گفت پیغمبر پیغام آورش که این حسین و این سر و این پیکرش، کاش بودی صد حسینم در جهان، کردمی قربان آن سلطان جان، گر حسین ابن علی جان من است، جان دلخوش بهر سلطان من است. این شروع قربانی در اسلام بود، اسلام قربانیش رو خود از ابراهیم گرفت، از ابراهیم اخذ کرد، که این قربانی توی تمام حاجی ها وقتی که میرن حج، این رمز رو باید، این عمل رو باید انجام بدن. وقتی که شبلی به حج میره، بعد میگرده خدمت امام، میگه که ابن رسول الله من رفته بودم حج، زیارت کرده بودم. امام یک گفتگوی خیلی زیبایی رو اینجا با شبلی دارن، وقتی که امام بهش میفرمود که وقتی که قربانی کردی، آیا نیت کردی که طمع رو دیگه سر ببری و به ابراهیم و فرزندش اقتدا کنی، یعنی از هر آنچه جز خداست دل بکنی؟ شبلی گفت نه.
امام فرمود وقتی که مکه برگشتی طواف حفاظت به جا آوردی، نیت کردی که به رحمت خدا کوچ کنی، به طاعت اون برگردی، به سوی او تقرب پیدا کنی؟ باز شبلی میگه که نه. امام میفهمد که بس تو قربانی نکردی، طواف به جا نیاوردی، رمج نکردی، عرفات نرفتی. اصل رفتن عرفات برای اینه. ما اونجا نرفتیم که یک گوسفند سر ببریم و بیایم، ما اونجا رفتیم که آرزوهای خودمون رو سر ببریم، ما اونجا رفتیم که طمع خودمون رو سر ببریم، ما اونجا رفتیم که هوای نفس خودمون رو سر ببریم. امام به شبلی، که شبلی نالش به آسمان بلند میشه، امام به شبلی فرمود پس به منا نرسیدی، رمی جمره نکردی، حلق رأس انجام ندادی، قربانی تو ذب نکردی. اگه تو رفتی یه سری فقط نمادها رو انجام دادی، یه سری شعاره، به شعورش تو نرسیدی. شعور قربانی اینه که تو بیای اونجا از ترد چه جز خداست دل بکنی. میگه عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است، دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است. ما اینجا آمدیم که تمام امیال خودمون رو قربانی کنیم، ما اینجا آمدیم که دل بکنیم از هر آنچه جز خدا داریم. اگر رفتیم به حج و بعد که برگشتیم همانی بودیم که قبل از حج بودیم، خب حج به جا نیاوردیم. رفتیم یه حالا پولی خرج کردیم و یه سفر توریستی به جا آوردیم، خب به اندازه همون سفر توریستی هم به ما نگاه میشه. ولی اگر واقعا رفتیم که دل بدیم و دل داده بشیم و سری در گلو جانان بنهیم، باید به اون عرفان حج، به اون فلسفه این کار دقت کنیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ما اونجا آمدیم همه چیز اون برای خدا بشه، از حرص و آز و همه چی دل بکنیم، این کرکس نفس هوسباز رو اونجا سر ببریم و طعم زندگی رو اونجا بچشیم که ما برای چه داریم زنده ایم و برای چه داریم زندگی میکنیم. اگر آمدیم که یه چند روز بگذرانیم، خب میگذرانیم، ولی اگر آمدیم لذتی ببریم از زنده بودن خودمون و زندگی خودمون، باید به اون عرفان این داستان، به این لذت این داستان یک نگاه ویژه تری داشته باشیم. با این نگاه در واقع قربانی یکی از گام‌های مؤثر عرفانی در زندگی هر انسانی میتونه باشه و در واقع میشه گفتش که یک گام بلند در جهت رسیدن به یک عرفان نابه در واقع قربانی. که حالا مخصوصا در حج که تقریبا میشه گفتش که همطور که گفتید حسن ختام تمام کارها در واقع قربانی کردن. بله بسیار خوب. آداب خاصی در رابطه با در واقع قربانی یا قربانگاه و نگاه خاصی به این دو مقوله آیا در اسلام هست؟ باز هم به خدمت شما ثابت که ما اینجا تو بحث رو داریم. یکی رسم عاشقی است که اصلا رسم عاشقی چیه؟ رسم دلدادگی چیه؟ ما توی حج میخوایم یک سلسله مراحلی رو طی کنیم تا چی بشیم؟ تا به اون معشوق خودمون، به اون دلداده خودمون برسیم. این مراحلی که طی کردیم، اون حسن ختام این مراحل چیه؟ قربانیه. اتفاقا توی عشق بازی هم اولین گام این مرحله قربانی کردنه. باید خودتو، گفتم عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است، دادن سر نه عجب، داشتن سر عجب است. اولین مرحله این سیر قربانی کردن خودمونه. قربانی میکنیم که چی بشیم؟ تا به وصال برسیم. وقتی که قربانی میکنه حاجی، میگن حالا برو به زیارت بیت الله حرام، حالا برو به وصال برس. این مرحله طی میشه تا ما به اون گام اول مسیر الاله خودمون رو برداریم. گام اول رو که برداشتیم، میگن حالا به زیارت خانه خدا بود، حالا بود به وصال خدا برس. این مفهوم ما در چیز بحث وصال الاله، ان کنتم تحبون الله فتمنوا الموت. اگر شما دل داده خدا هستید، آرزوی مرگ کنید. مرگ یک نوع قربانیه، وصال به خداست، مقدمه وصال الالهه.
این یک آزمونی گذاشته برای مدعیانی که ادعا میکنن ما طرفدار خداییم و این حال دلداده همه چی هست. اون کسانی که دلداده خدا بودن وقتی که شمشیر به فرقش فرود آمد نگفت مثلا حالا زنم، زندگیم، بچه‌ام، خونم، کشورم، مملکتم، حکومتم، گفت فوز تو برب بالکعبه، به خدا و کعبه رستگار شدم. یعنی این آرزوی من بود که به اینجا برسم. قربانی میشن که به وصال خودشون برسن، به اون معبود خودشون، به اون معشوق، به اون دلداده خودشون برسن. بحث دومی که از بحث فلسفه قربانی رو ما توی اسلام داریم که اصلا اسلام چرا به این بحث قربانی اهمیت میده و این فلسفه قربانی چون میگه. اولا ما این اشاره شد توی بحث که ما اصلا برای چه قربانی میکنیم. ما میایم که اینجا جهاد با نفس بکنیم، میایم که اینجا اون طمع و آز و آرزوهای خودمون رو بکنیم. یکی از فلسفه های قربانی بحث اطعام عرض کردم و اطعم الباعث الفقیر و اطعم القانع المعتر. قربانی کنید که به اون بیچارگان و بینوایانی که سهمی رو از سهم کمتری رو از زندگی دارن اونها هم سهمی ببرن از جهت به اصطلاح حالا سبد غذاییشون تأمین بشه. بخاطر اینکه از مواد مهم تشکیل دهنده سبد غذایی ما بحث تشکیل مواد پروتئینیه که این نگاه توی قربانی ما داریم که ما داریم که ثلث این قربانی یک سومش رو به همسایه هاش بده، یک سومش رو به مساکین بده، یک سومش هم برای خودش نگه داره. گوشت قربانی داریم، اینجوری نیست که همه گوشت قربانی به برای خودش نگه داره، نه اجازه ندادن، گفتن یک سومش رو بده به همسایه هاست بخورن، اینا بالاخره همسایه تو هستن، یک سومش رو بده به فقیر و مساکین، یک سومش هم برای خودت نگه دار. در کتاب دوران اخبار داریم که قربانی که وقتی میکردن قربانی از بین میرفت، حالا یا میسوزوندن یا هر کاری میکردن، ولی اسلام با این مخالفت کرد و گفته نه، ما هدف قربانی، فلسفه قربانی اینه که دیگران هم به یک نوایی برسن. ما یکی از فلسفه های قربانی بحث شکرگزاریه. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر عطا کردیم، حق کرده عطا به تو یک دختر. فصل لربک ونهر، برای خدای خودت نماز بخون و ونهر، قربانی کن. چرا؟ چون به تو یک لطف کردیم، حق کرده عطا به تو یک دختر. فصل لربک ونهر. بحث عقیقه رو داریم که از فلسفه به صداقت های قربانی است که حتی بعضی علما بحث عقیقه رو واجب دونستن، که وقتی خداوند به انسان فرزندی رو عطا میکنه میگن که یک برای سلامتی این فرزند یه قربانی بشه، این قربانی هم همه رو اطعام بدن، حتی گفتم مستحبه که خودش پدر مادر نخوره، بحث حفظ از شروره که حالا میگن اگر لطفی بهتون شد، نعمتی بهتون رسید، شما هم در قبال این نعمت بیاید و به دیگران نعمتی برسونید، به وسیله اون خودتون رو هم حفظ کنید و به اصلا از شرور اون چیز نگه دارید. بسیار خوب، خیلی نکات ارزنده ای رو در رابطه با بحث قربانی فرمودید، چون فرصتمون هم تقریبا تمام شد و نکات خیلی جالب و جامعی رو فرمودید. انشالله واقعیتش اینه که دعا میکنیم که بتونیم به فلسفه قربانی دست پیدا کنیم و همه ماها بتونیم به اون قربانی واقعی دست پیدا کنیم که در واقع قربانی کردن نفس هم است. بسیار سپاسگزاریم. امروز با حجت الاسلام و المسلمین آقای کاشانی، محقق در ادیان ابراهیمی، همراه بودیم و بحث قربانی در دین اسلام رو با هم پی گرفتیم. امیدوارم از بحثی که امروز تقدیم شد استفاده کرده باشید و ما رو حتما در برنامه‌های آینده از نگاه ادیان همراهی کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.